ادبستان نیم نگاه و ادب و ادبیات فارسی. ادبستان همگام راستان در مسیر راستی. بیننده های عزیز، تشکر که قسمت دوم ادبستان را دیدین. هفته گذشته با ما بودین، ما در خدمت جناب آقای نادر احمدی بودیم. حال سومین برنامه را باز هم به کمک ایشان شروع میکنیم. در هفته گذشته گفته شد که دری چی آثار مثبتی بین افغانستانی ها و ایرانی ها ایجاد کرد. در واقع پل فرهنگی بود که افغانستان و ایران و تاجیکستان و سایر فارسی زبان را پیوند میداد. یقینا اگر مجله دوری دری در دست یک ازبکستانی فارسی زبان بیفته، همون لذت را میبره که یک فارسی زبان کابلی یا فارسی زبان جاغوری میبره. جناب آقای احمدی بسیار به خوبی از اولین نشریه در هجرت افغانستان از پیام مهاجر و جوالی یاد کردن که دو اعضای کانون مهاجر همه ایشان و در اصلشان دکتر صاحب موسوی بسیار زحمت کشیده بود. دهی هفته هم با آقای احمدی ادامه میتین. بعد از این که میشنویم که چی ارتباطی بین ایرانی ها و افغانستانی ها یا دفتر دوری دری ایجاد شد، اگر وقت مان باز کم کمک میریم به سوی ادبیات فارسی. احمدی صاحب، ما یک به خدمت شماست. خواهش میکنم. من هم سلام و عرض ادب دارم به منزل حضرت عالی و همه سروران عزیزی که ما رو ممکن است این پنجره ببینن، و عرض سپاس از رادیو کتاب که چنین زمینه ای را فراهم کرده است. ما در هفته گذشته درباره اصلنامه دوری دری و مؤسسه دوری دری و کسانی که در این مؤسسه کار میکردن صحبت کردیم، و بیشتر از همه البته درباره این که چگونه دوری دری در واقع صدای همه افغانستانی های پراکنده در سراسر جهان شد و آنها را به سمت خودش جذب کرد، و چگونه نویسندگان و هنرمندان و اهالی فرهنگ و قلم از سراسر جهان به دفتر دوری دری می آمدن و هم سپاسگزاری می کردن و هم از نزدیک دفتر آن را می دیدن و هم حمایت خودشان را در واقع از این حرکت مطبوعاتی و فکری و فرهنگی اعلام می داشتند. که این قضیه البته تنها به اهالی فرهنگ افغانستان در کشورهای غربی خلاصه نشد. در واقع هفته پیش فرصت نشد که ما درباره همزبانان ایرانی ما هم صحبت بکنیم که چگونه به سمت دوری دری شتافتند و از آن حمایت کردن، یا در واقع حتی باید بگیم که از آن کمک و استمداد طلبیدن. از آنجا که دوری دری به عنوان یک فصلنامه کاملا تخصصی در عرصه ادبیات، فرهنگ و هنر کار میکرد و بچه های با ذوق و با اراده و با تخصص در آن مشغول بودند و دست‌اندرکار آن بودند، خب نتیجه کار و محصول کار، یعنی مجله‌ای که در واقع از چاپ بیرون می آمد، یک مجله معتبر وزین و دارای جایگاهی بسیار بالای تخصصی در عرصه ادبیات و فرهنگ بود. به همین خاطر وقتی که به دست همزبانان ایرانی ما می رسید که با امکانات بسیار گسترده و بودجه های کلان در حد مثلا دوری دری کار ارائه می کردن، خب برایشون خیلی جالب بود که بچه های مهاجر هم یک چنین کاری را اونم در عرصه ادبیات افغانستان ارائه می کنند و دفترشون هم در ایران هست. بعد اینها هم با دلایل گوناگون و با انگیزه های گوناگون به هر حال به دوری دری تماس می گرفتن و گاهی پیشنهاد کار می دادن، گاهی کار را می خواستن، گاهی مصاحبه، گاهی نمیدونم کمک درباره تهیه یک فیلم نامه. کم کم در واقع دفتر دوری دری یک مرجع شده بود برای شناخت فرهنگ و جامعه افغانستان. به عنوان مثال در اون سالهایی که در واقع دوری دری از مرکز نویسندگان
جدا شد و خودش تبدیل شد به مؤسسه دوری دری و نام نشریه هم با عنوان خط سوم در واقع معین شد و بعد از آن با عنوان خط سوم در واقع فصل نامه خط سوم چاپ و منتشر می شد. دیگه در واقع دوری دری تقریبا یک کار یا در واقع جریان جا افتاده شده بود هم در میان مهاجرین افغانستانی در ایران و سایر کشورهای دنیا و هم در بین همزبانان ایرانی. به همین خاطر مثلا در سالهای اخیری که من در ایران بودم و فصل نامه خط سوم در واقع داشت کار می شد، بسیار شخصیت های زیادی از دوستان ایرانی ما به دفتر دوریدری می آمدن. از جمله کسانی که در دوریدری آمدن و حتی کمک در واقع طلب کردن، کمک فکری البته، می توانم اشاره کنم به آقای محسن مخمل باف، فیلمساز مشهور ایرانی که در واقع میخواست فیلمی درباره افغانستان بسازه و برای مشاوره و نظر گرفتن درباره چگونگی ساخت فیلم و شناخت جامعه افغانستان و ویژگی‌های جغرافیایی و آداب و رسوم مردم در واقع به دفتر دوریدری آمدند و برای فیلمنامه خودشون که فکر می‌کنم سفری قندهار بود کمک گرفتن از بچه های دوریدری در زمینه نوشتن فیلمنامه. و همچنین البته آمدن آقای مخمل باف به دفتر دوریدری تنها محدود به همین گرفتن کمک در باره فیلمنامه نشد، بلکه ایشان چندین بار آمد و حتی از این طریق به افغانستان هم فکر میکنم رفت یا اطراف مرز، اینا دقیق یادم نمونده الان، ولی به هر حال یادم هست که چندین بار در واقع به دفتر دوریدری آمد و حتی خیلی علاقه‌مند بود که در زمینه فیلم سازی با بچه های دوریدری همکاری کند. اونها دیگه داستانش مفصله، درباره اونها زیاد لازم نیست اینجا وارد بحث شویم. و بعد اشاره میکنم به حضور آقای مجیدی، همچنین یکی دیگر از کارگردانان مشهور سینمای ایران که باز هم میخواست درباره افغانستان فیلمی بسازه که بازم آمد به دوری دری و اینجا جهت تکمیل فیلم نامش درباره بعد مهاجر افغانستانی که به نام باران البته اون فیلم بعدا ساخته شد و بسیار هم فیلم خوبی بود به دفتر دوری دری آمد و از اونجا در واقع کمک گرفت. بگذاریم باز هم یکی از دیگر از شخصیت های سینمایی ایران آقای بهروز افخمی هست که باز هم ایشان از کارگردان های بسیار معروف سینمای ایران هست که چندین بار در واقع برای مشاوره و اینها درباره فیلم و مسائل این قبیل و حتی شناختی در واقع ادبیات افغانستان و جامعه افغانستان و ارتباط دوستی با آقای محمد حسین جعفریان، ایشان حتما همه میشناسند و به دفتر دوریدری آمده بودند. و همچنین از کارگردان ها یا مستندسازان و اینها که دیگه خیلی معروف نبودن، تقریبا میشد گفت که هر روز اگر نه بلکه هر هفته حتما یک نفر میامد، یک داستان نویس، شاعر، به خصوص اونهایی که در مشهد بودن که دیگه تقریبا میشه گفت بیشتر علاقمند به ادبیات افغانستان و حضوری در دفتر دوریدری بودن. مثلا یکی از کارهایی که ما در دفتر دوریدری انجام میدادیم برگزاری نقد و بررسی شعر و شعرخوانی بود که اهالی شعر می آمدن روزهای جمعه اونجا به نوبت شعر می خوندن و شعرهایشون نقد می شد. و چون کیفیت نقد و بررسی شعر جلسات دوریدری بالا بود، دیگه کم کم شاعران و اهل ادب فارسی زبان ایرانی هم به این دفتر کشانیده شده بودند و میشه گفت که هر هفته چندین تن از شاعران خیلی خوبی مشهد می آمدن و سر می زدن و از این جلسات استفاده می کردن. که بعدن چون این از مشهد شروع شده بود دیگه بعدن این پخش شده بود به سراسر ایران، حتی ما از تهران، از نمیدونم شیراز، از اصفهان، از رشت، از یزد، از قم، خلاصه کسانی زیادی را داشتیم که اگر مشهد می آمدن 100% به جلسات نقد و بررسی شعر دوریدری سر می زدند و اونجا شعر می خواندند و درباره شعرهایشون صحبت می شد. یعنی در واقع نقشی که دفتر دوریدری در شناسایی نسل جدیدی از شاعران و نویسندگان و اصولا نسل جدیدی از
مردم مهاجر افغانستانی ساکن در ایران داشت بسیار بسیار برجسته است و میشه گفت که از این طریق نظر بسیاری از حتی مسئولین و مردم و مقامات و ادارات و هنرمندان و ادیبان همزبان ایرانی رو واقعا نسبت به جامعه مهاجر تغییر داد. این کاری خیلی واقعا برجسته بود که در دور دری و توسط این بچه ها صورت گرفت. بله. اثر اجتماعی بسیار گرانسنگ واقعا که دیدگاه همزبانای ایرانی را نسبت به مهاجرین مظلوم افغانستان تغییر دادن. سوالی که ما باید در اوائل میپرسیدم و عالی در ذهنم رسید، در تأسیس دور دری از ژورنالیست های قدیمی، منظوریم غیر از نسلی که در ایران بزرگ شده، در ایران تولد شده، در ایران تحصیل کرده، هم کسی بوده از آدم های سرشناس جز مؤسسین؟ نه. بسیار. آره، فقط اون در قسمت در اولین گفتگوی ما رو اشاره کردن که اصولا دور دری توسط مرکز نویسندگان افغانستان در واقع با پیشنهاد کاری دادن مرکز نویسندگان افغان به بچه های شاعر و نویسنده ایجاد شد که اینها چنین کار را پیشنهاد کردن برای اونها و اونها هم پذیرفتن و این در این حد میشه گفت که آقای مثلا سرور دانش خب از کسایی بود که در نشریات مثل پیام مستضعفین سازمان نصر و بعدها مثلا حزب وحدت اینا قلم میزد، ولی این که عنوان یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای کسی بوده باشه در دوره دری نخیر. بسیار خوب. نقش آقای دانش هم در حد همون ریاست مرکز نویسندگان افغانستان بود دیگه. کار دوره دری چون که تخصصی در حوزه هنر و ادبیات فرهنگ بود ایشون کاری نداشتن. از فیلم یاد کردن، خودی مؤسسه دوره دری خوب فیلم تولید نکردن اما مشوره داده برای ایرانی. بله نه، متاسفانه همونطوری که همه عزیزان بیننده و همچنین حضرت عالی آگاهی دارید، خب صنعت فیلم سازی یک صنعت بسیار پرخرجی هست. حتی فرا گرفتن چنین هنری هم بسیار پرخرج هست، یعنی باید پول زیاد جهت یادگیری آن مصرف شود. ما در دوره دری کسانی را داشتیم که علاقه به این رقعه هنر داشت و میخواست مثلا این را فرا بگیرد، اما محدودیت هایی که حتی یک سری مراحل را هم اینا طی کردن، اما این که واقعا اینا بتونن اصولا در رشته فیلمسازی تحصیل بکنن و این را فرا بگیرن، یک چنین موقعیتی بخصوص برای نسل ما لااقل فراهم نبود و به اون خاطر هم دوره دری هم نتوانست در عرصه فیلمسازی کاری انجام بده، ولی در جهت معرفی سینمای افغانستان گام های خیلی مهمی را برداشت. ما مثلا با مصاحبه داشتیم با شخصیت های سینمایی افغانستان، مثلا آقای محمد جان گورن که از بازیگران سینمای افغانستان بود و مثلا از برادران ازبک ما هست و در ترکیه زندگی میکرد، ایشان آمدن به دفتر دوره دری، ما با ایشون مصاحبه انجام دادیم و این مصاحبه در دوره دری چاپ شد. با آقای صدیق برمک مصاحبه کردیم در چه چاپ شد. همینطور درباره موسیقی یا مثلا درباره نقاشی یا خوشنویسی یا هر هنر دیگه ای به حال خیلی تئاتر مثلا مصاحبه هایی داشتیم ما با بازیگران و کارگردانان تئاتر افغانستان که همه اینها در واقع برای اولین بار در دوره دری منتشر میشد. در جالب به نحوی میتونیم بگوییم که در او زمان دور دری خانه فرهنگ افغانستان در ایران بود. بله بله، واقعا به صورت عملی و به صورت از لحاظ گستردگی کار تقریبا همینطور حالت رو داشت، ولی به لحاظ امکانات و بودجه و دفتر و اینها نه دیگه، مکان خیلی فقیری که من البته در گفتگوی اول ظاهرا به دفتر اول دور دری اشاره کردم، اما واقعا وضعیت دوره دری به لحاظ امکانات مالی به حد فقیر در واقع می شد که روز به روز که در طی اون 10 سالی که من حداقل اونجا بودم ما شاید 5-6 تا دفتر عوض کردیم و هر روز خانه ها گران می شد و ما پول نداشتیم که دیگه خانه مثلا مناسب بگیریم. باز می رفتیم مثلا یک خانه محقرتری رو می گرفتیم و دفتر رو با اونجا تقریبا می شد گفت هر سال اگر نه 1.5 سال 2 سال بار یک بار ما کوچکشی داشتیم و این برای یک دفتر مدام کاری آموزشی و فرهنگی و
نشراتی داره، خیلی کار سختی هست. خیلی بله، خیلی بخش جالبی بوده که همیشه دفتر شما ظاهرش محقر و گلین و بسیار فقیرانه بوده، اما داخل بسیار غنی داشته و مهمانایی که می آمده اهل دل بوده و امور غنای درونی رو متوجه می شدن. بازم متاسفانه که به آخرای برنامه می رسیم. من فکر می کنم اگر ما گذشته ها را نقد نکنیم، راهی آینده را به خوبی پیموده نمی تونیم. آیا شما با ما هم نظر هستین که حزب وحدت اسلامی که پس آنها تأسیس شد، نصر و سازمان نصر و حرکت اسلامی و نیروی اسلامی و مجاهدین مستضعفین و رعد و برق و که گروه های زیادی در ایران بود، نه؟ اینا در سه بله. فرهنگ خیلی کم توجهی کردن؟ البته که کم توجهی کردن و این البته ناشی از یک علت عمده ای هست که در جامعه ما وجود داشت، بلکه در واقع چند علت عمده. اولا اینکه مبنا و ساختار و تشکیلات و فونداسیون این گروه ها بر دو اساس پایه گذاشته شده بود، یکی نظامی و یک دیگری سیاسی. حتی در همون دو تا نهله هم اینها صاحب تخصص نبودن، مثلا نه در عرصه سیاست اینا تخصصی آنچنانی داشتن و نه در عرصه نظامی، و به همون خاطر هم در هر دو عرصه میشه گفت که اینا به شکست منجر شدن. دیگه عرصه فرهنگ رو که ما اصولا از حیطه کاری اینها باید بیرون بدانیم، برای اینکه اینها اصولا نه آدم های فرهنگی بودن، نه بینیش فرهنگی داشتن، نه تحصیلات و مطالعات فرهنگی داشتن و نه ضرورت چنین کاری را احساس میکردن. اینکه اینها این کار را احساس نمیکردن ناشی از ضعف خود اونا نیست، ناشی از ضعفی بود که در نظامی اجتماعی ما و فرهنگی ما وجود داشت. این افغانستان اصولا در یک فقر فرهنگی و فکری شدیدی در واقع بسر هم می برد و هم می برد. به همون خاطر کسی برای امر فرهنگی و فرهنگسازی و ادبیات و هنر اصلا ارزش قائل نیست. هیچ کدامی از گروه های موجود اون زمان کار فرهنگی که مثلا دوریدری انجام میداد رو اصلا نداشتن. درسته یک بخش فرهنگی داشتن و بخش فرهنگیشون در حد تبلیغات به نفع حزب بود. بسیار اشاره خوب و مفید احمدی صاحب. اگر از یک منظر بزرگتر ببینیم، میتونیم بگوییم که یه گروه های جهادی به دلیل فشارهای حزب دموکراتیک خلق که دانشمندان را میبرد اعدام میکرد، زنده به گور میکرد، مردم وادار به جهاد شد و این گروه ها هم به مو خاطر در مزرعه نظامیگری روید و گروه های نظامی و سیاسی بود، اما در مو رشته هم فاقد تخصص. اتفاق بله. خب احمدی سه بزرگوار، باز وقت ما تمام شد، متاسفانه چنان زمان زود میگذره. بیننده های گرامی، تشکر که باز هم با رادیو کتاب و برنامه ادبستان بودیم. یقینا بازم با ما هم نظر هستیم که صحبت های احمدی سه غیر از اینکه بخش از تاریخ بازگو میکنه، در فحوای کلامشون دردهای فرهنگی نهفته است. وقتی میگیم فرهنگی در جامعه افغانستان، چند چیز در ذهن ما تداعی میشه. زندگی مشقتبار حتی در غرب، بیچارگی و درماندگی و صدایشان هیچ دولتی در تاریخ افغانستان نشنیده و هیچ دولتی هم در پی از این نبوده که نویسنده ها را تقویه بکنه، در حالی که در کشورهای همسایه ما این کارها نسبتا صورت گرفته و در کشورهای غربی مردم های فرهنگی در اوج رفاه زندگی میکنه. خب از شما تشکر میکنیم که ما مردم های بیچاره را گپای ما را گوش کردیم. مخاطب عزیز، لطفا باید داشته باشین، رادیو کتاب شماست، در خدمت شماست. ما را انتقاد کنین، نظرات ما را. امروز مثلا انتقادی شد یا ذکری خیری در واقع شد از گروه های جهادی، دی وطندارای عزیزم میتونه برنامه ما را نقد کنه، بگوید که کجای ما اشتباه است. تشکر که با ما بودین، بازم در هفته های آینده با ما باشین. احمدی صاحب جهان سپاس، اگر فرمایشی باشه در خدمت هستیم. خیلی سپاسگزارم از شما که رادیو کتاب را به راه انداختید و پنجره ای را باز کردید که می شود با آن از طریق آن در واقع با مردم صحبت کرد. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.